رژیم همچنین توطئه و نمایش رسوای دیگری را روز جمعه 17 دی ماه به روی صحنه آورد. بسیاری از تشکل‌های حقوقی و مدافع اشرف پیشاپیش نسبت به این توطئه هشدار دادند. از جمله کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف از سوی 8500 حقوقدان در اروپا و آمریکای شمالی همزمان با جنون و افسار گسیختگی رژیم ملایان در سرکوب و اعدام مجاهدین در داخل ایران درباره تشبثات و توطئه مزدوران رژیم و کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق علیه اشرف در روز جمعه 17 دی ماه هشدار داد. هیئت عربی دفاع از اشرف، کمیته عراقی دفاع از اشرف، حزب دموکرات مسیحی عراق از جمله تشکل‌ها و سازمان‌هایی بودند که با صدور بیانیه‌های مطبوعاتی نسبت به توطئه‌های جدید رژیم آخوندی علیه مجاهدان اشرف هشدار دادند. از سوی دیگر 14 سازمان سراسری و بین المللی مدافع حقوق بشر، اعضای کمیته بین المللی، سازمان‌های غیر دولتی برای دفاع از اشرف به ریاست کریستیان نیرسکوف، شیخ دکتر تیسیر التمیمی قاضی‌القضات فلسطین و عضو کمیته عربی اسلامی برای دفاع از اشرف، حملات نیروهای عراقی به مجاهدان اشرف و سرقت اموال آنان در 25 دسامبر 2010 توسط کمیته سرکوب اشرف تحت امر نوری مالکی را محکوم کردند.